بدون شک امکان نداره دست سگار رو تو دستت گرفته باشی و اسم شورش در شهر که اومد مو به تنت سیخ نشه. اون قدیم مدیما که کلوپی و سگا داشتن یه بازی اومده بود که فقط باید میرفتی جلو با مشت لوله یا دستخر و هرچی میزدی مردم رو پرپر میکردی. کلوپی ها اومدن یه نگاه کردن و جلد بازی و گفتن خب داداش ببین توی این بازی همه دارن اوباش میکنن و شهر رو به هم میریزن، پس اسمشو میذاریم شورش در شهر. ولی خب نام این بازی هست Streets of Rage یا به عبارت دیگه Vernacle. شورش در شهر از اون بازی است که امکان نداشت فامیل میومد خونتون رو دست دوم براش بس نمیکردی، چرا که سبک بازی بیت دما بیا بزن خور همشونو. از اون دسته از بازی که حالش بینه که با بازیکن دوم بازی رو تموم کنی. تو زمانهای قدیم بازی بود به نام فاینال فایت یا نبرد نهایی که تو دوران خودش توی میدون بازی های آرکیدی در حال جولان بود و حریف میطلبید. ولی خب اینجا بود که شورش در شهر اومد و یه پسی زد گردنش و گفت که بذار باد بیاد. سگا شورش در شهر رو پس از موفقیت‌های زیبای بازی تبر طلایی وارد بازار کرد تا نشون بده که هنوزم شیر دوشیدنش از بازی‌های بیت دماب تموم نشده. بازی اول تو سال 1991 روی کنسول‌های سگا جنسیس منتشر شد و استقبال خوبی هم از گیمرها داشت. بازی دوم تو سال 1992 با پیشرفت چشمگیر و دلنوازی منتشر شد که میشه به جرئت گفت از پرطرفدارترین و بهترین سری از بازی شورش در شهر همین سری دومه، چرا که از پیشرفت‌های واضح اون اضافه شدن مکانیزم‌های جدید و ارتقای بازی از 8 بیتی به 16 بیتی بود. بازی سوم که تو سال 1994 منتشر شد همه رو به خودش هایپ کرده بود، ولی خب متاسفانه این بازی زشته و علاوه بر تکراری بودن روند بازی و نداشتن تمرکز روی گیم پلی جای داستان بازی، کسافت کارهای پشت پرده رو میشه نام برد که جلوتر بهش میپردازیم. خب بی‌معطلی کمربندا رو ببندید که میخوایم بریم تو دل داستان این بازی. بازی توی شهر آروم و پرصلح و صفایی آغاز میشه که یهویی باند خرابکاری بزرگ به رهبری آقای ایکس شروع میکنن به تصرف شهر. این گروه چه با زور و یا رشوه شهر رو به کنترل خودشون در میارن و فساد و بی‌امنیتی کل شهر رو فرا میگیره. آقای ایکس نفوذش به پلیسای شهر هم میرسه و پلیسا هم فاسد میشن. دو برادر و یک خواهر غیرتمند ما که در اداره پلیس مشغول بودن توف بر سردر اداره پلیس میکنند و از اونجا لفت میدهند. دو برادر و یک خواهر غیرتمند ما، یعنی آدام هانتر بوکسور حرفه‌ای دورگه نیمه کاکاسیا و نیمه کاکاسفید، اکسل استون رزمیکار کاکاسفید، بلیز فیلدینگ جودوکار و رقاص کاکاسفید. از اونجایی که فساد و رشوه به نیروی پلیس هم رسیده تصمیم میگیرن که در برابر شرارت و ظلماتی که شهر رو گرفته برخیزن و قیام کنن. بازی اول 8 مرحله است که توی 8 جای مختلف صورت میگیره و هر جا دسته نره خره. در ابتدا ما با آنتونیو رو در رو میشیم که یه رزمیکار ایتالیایی بومرنگ بازه، ولی خب یه پس گردنی بر سر این یارو زده و اونو میفرستیم خونش رو. بعدش به ساوزر میرسیم که چنگالای شبیه به وولورین داره و جولانهای زیادی میاد، ولی خب یه پس گردنی هم به این یارو میزنیم و میفرستیمش خونشون. بعدش به یک کشتیگیر سنگین وزن به نام ابیدت میرسیم که اونم زیادی لاتیشو پر میکنه، ولی خب ما هم نامردی نمی کنیم و یه پسی بر گردن این یارو هم میزنیم و میفرستیمش خونش. بعدش با یه مرد چاق و فتاس روبرو میشیم به نام بیگ بن که از دهنش آتیش میاد و طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده هر کی اومده این داداشو بلند کنه دیگه فراش خودش نتونسته بلند شه. بیگ بن هم یه پسی میزنیم به گردنش و میفرستیمش پیش مامانش. بعدش تو عرشه یه کشتی با دو تا خواهر دوقلو به نامای مونا و لیزا رو برو میشیم که حاصل از وسط نصف شدن اثر هنری لئوناردو داوینچی یعنی مونالیزا است. این دو خواهر گرامی هم با رعایت برابری و عدالت یه پسی گردنشون میزنیم و میفرستیمشون به آشپزخونه. از یه کارخونه میرسیم به یه آسانسوری و اینجا با یه مشت بخت نولایف ریتارد اولاق روبرو میشیم و بر یک یکشون یه پسی میزنیم و میرسیم به پیش باعث و بانی همه این کثافتکاری ها، آقای ایکس که میبینه زدیم هر کیو داشت و نداشت رو لتو پار کردیم و ناکام کردیم. پیشنهاد همکاری میده به ما تا که به گروه اون بپیوندیم. ما هم در جواب این پیشنهاد دوستانه آقای ایکس بهش میگیم با آقای ایکس درگیر میشیم و سپس این هم مثل بقیه نوچه موچه ها شیه پسی محکم برگردنش میزنیم طوری که جاش بمونه و نه. در نهایت آقای ایکس بوز بر زمین میشه و بچه های ما میرن خونهشون که از زندگی لذت ببرن. یک سال بعد از اینکه آقای ایکس کتک خورد میگذره و جوانان غیور ما تیر خلاص رو هنوز بر سر این الاغ زاده نزدن.
اون نه تنها پر رو به میدون بازگشت، بلکه آدام هانتر رو هم کرد تو گونی و دزدید. بلکه جوانان غیور ما به دنبال نجات اون برن و نجاتش بدن و در تله آقای ایکس بیفت. بچه های ما هم که میبینن قضیه پیشیده شده، زنگ میزنن به رفقاشون که عبارتند از مکس استیل که فتعس‌ترین و حرفه‌ای‌ترین کشتیگیر توی این بازی، ادی هانتر ملقب به اسکیت یا همون برادر کوچکتر آدام، و بروبکس هرچی آب دستشون بود و میذارن زمین و میرن که دوباره بزنن این باند تبهکاری و ناقص و نابود کنن. اما این بار مطمئن میشن که تیر خلاصو بزنن. این جوانان غیور وارد میدان نبرد میشن و دوباره باید 8 مرحله رو تا رسیدن به آقای XXX سپری کنن. اولین نفر به یه کاراتکار و صاحب بار به نام باربون میرسیم و یه لگد به باسن این میزنیم و میفرستیم اجلای باقالیا. از قضا توی این راه میبینیم کسایی که آدمای گنده بودن توی سری قبل تنزل درجه دریافت کردن و به آدمای عادی تبدیل شدن. یکی مثل همون بیگ بن فتح از شهروازی و نبرد با قولی به نام زامزام میگذریم و میرسیم به کسی که پارسال دوست امسال آشناست. بله، عبیده این بارم حضور داره و جلوی راه ما قرار میگیره، ولی ما جای پس کردنی یه لگد به باسن اینم میزنیم و میفرستیمش تو کوچه. این بار باز هم به یه کشتی میرسیم و اونجا با یه قولتشن سیبیلو روبرو میشیم به نام راکی بر و اینم میگیریم یه لگد به باسنش میزنیم و بقیهش هم خودتون میدونی. از همه اینا میگذریم، به یه کارخونه میرسیم که میبینیم گویا این باند خلافکار سگ پدر زده تو کار ربات سازی و این داستانه، و از قضا با چند تا ربات هم درگیر میشیم و درشون میذاریم و شطرق. آقا بازم از آسانسور بالا میریم و میرسیم به آقای ایکس، ولی آقای ایکس این بار تنها نیست و یه دستیار مهمی به نام شیوا کنارش. با شیوا هم درگیر میشیم و میگیریم خارمادر اونم یکی میکنیم. در نهایت میریم بالا سر آقای ایکس و این بار چنان بر باسنش میزنیم که جاش میمونه و از شدت درد میمونه. آقای ایکس که به نظر رسمن مرده، شرش کم میشه و بچه ها آدامو آزاد میکنن و میرن که به صلح و صفاشون برسن. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. آیا میدونستید که صدا و سیما نیز در ساخت نسخه سوم این بازی دخیل بوده؟ طبق تحقیقات 24 ساعته بچه های تیم گرامه، این بازی در حقیقت دارای دو نسخه ژاپنی و آمریکایی میباشد. نسخه ژاپنی این بازی نسخه اصلی اونه و نسخه سفت و سخت این بازیه تقریبا، اما صدا و سیما پس از ریدن به رسانه های خود به شرکت سگا نیز نفوذ کرده و نسخه آمریکایی این بازی رو منتشر کرد که در اون همانند مووی های دوبله علاوه بر سانسور دیالوگ ها پوشش زنان رو نیز سانسور کرده. و لازم به ذکر که حتی لباس های شخصیت ها در نسخه ژاپنی و آمریکایی با هم تفاوت بسیاری دارند، و از همه مهمتر یک شخصیت گی و نجس به نام اش نیز در نسخه آمریکایی کلن حذف شده. داشت ناموسن فاکینگ یو اس ای، یعنی محل فریدام و کثافتکاری دیگه، و هی شما میان یه بازی ناچیزه کلن 16 بیتی بدبخت رو میشینید سانسور میکنید. نرسری سوم داستان بازی از این قرار که باند خلافکار سابق با اینکه این همه زدی تو گوششون بازم آدم نشدن، اگه دقت کرده باشید تی سری دوم تو خط ربات سازی زده بودن، بعدا معلوم میشه که بازم این باند خلافکاری جون گرفته و دارن مقامای نظامی رده بالا مخصوصا رئیس پلیس رو میدوزن و میخوان که جای اونا رو با ربات عوض کنن. از طرفی هم خبر میاد که زکی تی کل شهر بم کار گذاشته شده و گویا این بازم امکان داره کار آقای ایکس باشه و یکی باید پاشه به همه این فلاکت ها پایان بده. از طرفی دکتر زن یه پیرمرد سایبری و دوست آقای ایکس که بعد فهمیدن کارهای کثیف و زشت و بد آقای ایکس از پیش اون در میره و به پیش بلیز کاکا سفید میره، بهش میگه که آره داشت قضی از این قرار و فلان و بهمان و میخوان رئیس پلیس رو با این ربات جا به جا کنن. بلیز که همه اینا رو به بچه و آدم میگه، ولی آدم هم درگیر این قضیه بمبگذاری و داستانه بود و بنابراین برادر شدی رو جای خودش میفرسته. اینجا همه همون بچه های تیم قبلی هستن، ولی جای مکس ما دکتر زن رو داریم. از خیابون بگیر تا میرسن به یه بار و دوباره با مونا و لیزا درگیر میشن. اونا رو یه چک میخوابونن زیر گوششون و بعد که زمین زدنشون یه نامه از لباس یکیشون پیدا میکنن. در همین حین اخبار میگه که رئیس پلیس دزدیده شده و آخرین کسی که با اون دیده شده اکسلاسون بوده.
اکسل میگه که داداش من آخرین بار 6 ماه پیش این پیر سگو دیدم. یعنی چی آخرین بار؟ دکتر زن در همین حین پیشنهاد میده که بیاین بریم اون پشت مشتا داخل اون ساختمون در حال ساخت که افراد سندیکای تبهکار توش حضور دارن. آقا میرن و میرن و با اونجا میرسن و میگن که اکسل داداش چه دوقلوت. اکسل هم برمیگرده و میگه که ده گوه بخوریم پدر سگو، من از اول کودکیم یتیم بودم. میگیرن یه چک میخوابونن زیر گوش اون بدن اکسل و سپس قرتی معلوم میشه که اون یه ربات بوده. معلوم میشه حرفای دکتر زن درست بود و باند تبهکاری داره آدمای رد بالا رو با ربات جایگزین میکنه و اوضاع بو انبر نصفا میده. اونا بیشتر پیش میرن و بعد از اینکه خوابوندن زیر گوشه یه ربات سمرایی با نام یاماتو، میرن و به طرز عجیبی به مخفیگاه اصلی باند خلافکاری آقای ایکس میرسن. آقا بازم از آسانسور بالا میرن و من احساس میکنم این سازن دا اگه آسانسور نمیذاشتن لابد کل زندگیشون به خطر میافتاد. از آسانسور بالا میرن و میبینن که ای گوز بابا این تخم جن زنده است که ولی زرت نیکی هم حتی رباته. با ربات ایکس یا همون آقای ایکس رباتی درگیر میشن و اونم یه چک میخوابونن زیر گوشش. بابا چقدر چک داریم میخوابونیم زیر گوش اینمون. خلاصه اینم شلوپر میکنن و معلوم میشه که زکی ساختمون الاناست که منفجر شو و فلنگو ببندن. از قضا به زندان آقای ایکس میرسن و رئیس پلیس رو نجات میدن و بهش میگن که داداش بودو بعد بر پای منبر رو بگی که اکسل بیگناه و اصلا دزدیده شدن تو هیچ ربطی به اون نداره. رئیس پلیس برگاش فر میخوره و میگه که کاکاسیا چی؟ بهش میگن که داداش بی خیال بعد بریم. میرن بالای پشت بوم ولی یه سری بی پدر مادر جنگنده هوایی به اینا حمله میکنن. ولی داشیمون آدم میاد و همه رو آبکش میکنه. آدم که حالا کارش اوکی شده میاد کمک بچه ها و بهش میگن که داداش نیترو بزن رئیس پلیس رو برسون دفترش. بچه ها سر از کارخونه ربات سازی در میارن و پس از درگیری با یه دکتر مریض روانی آقای ایکس رو میبینن که مغزش عین اون انیشتین داخل یه محفظه نگهداری شده. اینطور که پیداست این سگزاده رو مولکول هم بکنی بازم با مولکولش برمیگرده پدر سگ مثل دکتر استاکمن تلاش پشت اینجا مونه پدر سوخته. بهشون میگه که کل شهر رو بمبگذاری کرده و اینجا هم 3 دقیقه دیگه میره رو هوا. ربات کله‌خر آقای ایکس از راه میرسه و میزنن یه چک هم زیر گوش اون میخوابونن. بعدش شانسی تلو تلو میخوره اون ربات رو با کله میخوره به محفظه آقای ایکس. آقای ایکس که داشت به چخ سگ میرفت درخواست کمک میکنه ولی بچه‌ها بهش بیلاخت نشون میدن و سپس آقای ایکس میگه تو من کمک نمیکنی کانکش و سپس تمام در قفل میشن و ساختمون شروع به ریزش میکنه و نزدیک به انفجار میشه. ولی خب آدم میاد و بچه‌ها رو سوار بر رخش بالگردی نجات میده و فلنگو میبندن و میرن. بمبا خونسا میشن، دکتر زن بازداشت و بقیه هر کی میره پی زندگی و خوشی خودش. نسخه چهارم بازی داستان از اینجا شروع میشه که بعد سالها باز دوباره سندیکا میدون بازی یاره، ولی این بار به رهبری قلوهای تخم جن آقای ایکس یعنی آقا و خانم ایگری. اکسل و بلیز بودی داره هم میرن و دوستای جدید خودشون یعنی چری کاکاسیا دختر آدم هانتر که موسیقیدان هست و فلوید نیمه کاکاسی ها که برای سر تصادف دستش از دست میده و بلاخره مراف و معرفت دکتر زن صاحب دو دست کلوف و بزرگ رباتی میشه و کمک اونا میان تا بزنن رستن در هرچی خلاف ملاف و سندیکا بزنن. اونا از خیابون بازم شروع میکنن کارشون رو و به دیوا میرسن و یه تقویم زننش رو ازش حرف میکشن. دیوا بهشون میگه که برید پیش رئیس محله چینی که قبلا زیر دست آقای ایکس بوده. اون همه چی رو خوب میدونه. بچه های نیروی امنیت ملی میریزن سرشون اونا رو دستگیر میکنن. بچه ها از سر از زندان در میارن و یه جوری از زندان در میارن میرسن به کمیسر پاسدار رشوه خور و در اونو میمالن. آقای وای طوله آقای ایکس بهش پیشنهاد رشوه میده ولی بچه های غیر رد میکنن. آقای وای فشاری میشه دستور شلیک بهشون رو میده ولی بچه ها فرار میکنن میپرن توی آب. یه کشتی میرسن و ملوان اون کشتی میرسن و یه اسپانک هم بهش میزنن و شکستش. ملوان رم میکنه و کشتی رو مثل اولاک میکنه به اسکله. با رسیدن به اسکله نیروی پلیس و سردشتشون اسل محاصرهشون میکنه ولی اسمنگ هم به اسل میزنن و شکستشون. نیروی پلیس بنابر او باشای اخیر سعی در دستگیری اینا ولی اینجا ستون یعنی آدم هانتر میپره وسط و یه اگل نازدگر به داشتیم بگیم پشت ما در میزنن. آدم بهش ملحق میشه و نیروهای پلیس رو میزنن و رد میکنن. محله چینی ها میرسن و میبینن که بله آقای شیوا نشسته داره از زندگی سینگل فوربر خودش لذت میبره. با شیوا هم مبارزه میکنن و دیشایی هم نثار اون میکنن. شیوا بعد مدتی که حسابی حس مبارزه طلبش ارضا شده بود بهشون میگه که والله داداشا من با روش خزو کلیشه این طوله های لوس حال نمیکنم. اونا با استفاده از سیستم پخش موسیقی میتونن زن مردم رو کنترل دارن. برای بقیه ماجرا رو برید و وارد ساختمون اونا یعنی ساختمون وای بشید. وارد شدن از خیلی مراحل با
بازم آسانسور برسیم با آقا و خانم وی. اما مکس رو میدینیم که اصلا خودشون زطاعت تأثیر انبود موسیقی قرار با مکس هم درگیر میشن و یک کفگرگی هم به اون میزنن. مکس به خودش میاد و میگه که خدا سرشاده من هیچی خبر نداشتم. دولوهای باید دستگاه موسیقی روشن میکنن و بچه ها اینجاست که رو به تحت کنترل در اومدن است. علی استلنس بروسی لیر رو هوا میزنه و اون دستگاه رو خراب میکنه. و از نقشه اونا با خبر میشه و بچه ها میگه که برید به کنسرت شهر رو بزنید دهن دیجی رو سرویس کنید. معنی کل شهر رو تصویر دارن. یه پسیر ریز همین وسط به دیجی میزنن و کنسرت رو کنکل میکنن. و دنبال کردن آقای بای به داخل هواپیمای میرسیم و میایم که ارشادش کنیم، ولی اون در میره فرمون هواپیما رو به چخ میده. هواپیما سقوط میکنه و در جزیره وای میمونه. پس از مقداری مشتمل کردن اینون میرسیم به خانم وای. میایم به اون اسفنگ بزنیم ولی اونم در میره. در نهایت این دو نفر علیه ما تیم اپ میکنن و اینجاست که ربات خرکیش مورد عمل میشن، ولی ما دو دستی دوستشون یک کفگرگی میزنیم و شکستشون. به همین سادگی و خوشمزگی این دو تا طول جن هم دستگیر میشن و دوباره آرامش و خوشی به شهر باز میدن. بله دوستان، باید متشکر باشیم از داتمو گیمز که پس از چندین سال این افسانه رو با هوش ما برگردوند و ما شاهد یک بازگشت افسانه ای بودیم. گیم پلی بازی مکانیزم های زیبایی بهش اضافه شده، ولی اساس و پایه بازی همون چیزی که توی سگا بود. اگه دوست دارید از جذابیت‌ها و فکت های این بازی بدونید، با ناگفته های ما همراه باشید. شورش در شهر قرار بود بعد از سگانه خودش دارای نسخه های جدیدی باشه که اولین اون برای پلی‌استیشن 1 بازی بود به نام فایتینگ فورس، ولی خب سگا با ادامه این نسخه توی کنسولای بغیر از سگای خودش موافق نبود و سازنده ها به بازی کمی تغییراتی اضافه کردن که خب متاسفانه با استقبال خوبی روبرو نشد. توی نسخه سوم این فرانچایز کلی کد تقلب و چیزای مخفی باحال بود که از واضح‌ترین اونها میشه به تمدید کردن فرصت‌های بازگشت شما وقتی که مردید، تبدیل شدن اکسل به سوپر اکسل و آزاد شدن یه سری از باس فایت‌ها اشاره کرد. راستی حالا که بحث باس فایت شد، میدونستی توی مرحله دوم اگه رو یا همون کانگورو رو نکشی دفعه بعدی قابل بازیه؟ از شورش در شهر 4 که دیگه نگم براتون، از وفاداری به موسیقی‌های قدیمی بازی تا ایستراگا و کلی نکات باحال میشه توی این بازی پیدا کرد. برای مثال توی شورش در شهر 4 شما با به پایان رسوندن هر مرحله استوری مود یه نوار سفیدی رو پر می‌کردید که هر چی نوار بیشتر پر می‌شد، شخصیت‌های کلاسیک و قدیمی‌تری برای شما آزاد می‌شدن. ولی یه نکته جالبی که هست اینه که شخصیت رو یا همون کانگورو توی سری سوم این بازی جزو کاراکترهای DLC بود، ولی شما با وارد کردن یک کد تقلب راحت توی منوی بازی میتونستید با این کاراکتر بازی کنید. و از استرگای باحال این بازی میشه به دونالد گلاور، رپر آمریکایی، توی یکی از استیجای این بازی اشاره کرد که این شخص سال 2011 برای این بازی جذاب یه آلبوم منتشر کرده و حتی میشه اشاره کرد به رفرنس لاکپشتای نینجا توی مرحله فازلاب و کلی چیز باحال دیگه. توی شورش در شهر 4 یه سری مراحل بودن که داخل مپ بازی یه سری دستگاه‌های آرکید کنار گذاشته بودن. اگه شما یکم زرنگ بازی به خرج میدادید و با شوکر به اون آرکیدها ضربه میزدید، به مراحل باس فایت‌های کلاسیک شورش در شهر 2 منتقل میشدید. توی نسخه DLC این بازی به نام کابوس آقای ایکس، سه شخصیت باس فایت این سری یعنی مکس، استیل و شیوا قابل بازی هستن که هر کدوم ابیلیتی و حرکت‌های مخصوص و جدید خودشونو دارن. توی این نسخه بازیکن‌ها همگی میتونستن یک شخصیت رو انتخاب کنن و هر کس کاستوم و رنگ منحصر به فرد خودشو داشت. این قابلیت برگرفته از نسخه ریمیک این بازی بود که توی سال 2011 منتشر شد. ولی آیا تا حالا میدونستید که این بازی پایانای مخفی و تاریکی داره که مو به تنتون سیخ میکنه؟ آیا تا حالا دلتون خواسته که بدونید نسخه ریمیک چیه و چرا کسی از وجود چنین نسخه عجیب و غریبی خبر نداره؟ جواب همه این سوالا قراره توی ویدیوی بعدیمون باشه که حسابی از دیدنش شوکه میشید. ولی فعلا خیلی ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که نهایت لذت و تجدید خاطره رو با ما تجربه کرده باشید. تا ویدیوی بعدی تنتون سالم و سرتون سلامت.